گندوز ممدوف معاون دادستان کل اوکراین طی سالهای 2019 تا 2021 و مسئول تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز پی اس 752 در پرسش و پاسخی مکتوب اقدام جمهوری اسلامی در این فاجعه رو مستاق جنایت جنگی عنوان میکنه از او پرسیدم تحقیقات جنایی دادستانی اوکراین در چه مرحله است؟ پرونده ی تحقیقات جنایی در اوکراین در همان روز وقوع این تراژدی بر مبنای جنایت با قصد قبلی آسیب تعمدی منجر به مرگ و تخلف از مقررات ایمنی ترافیک هوایی شده شد با وجود اینکه فضای هوایی ایران متعلق به آن کشور است بر مبنای قوانین بینالمللی هواپیمای اوکراینی بخشی از سرزمین اوکراین محسوب می شود. مرحله تحقیقات پیش از دادگاه در جریان است. 26 مورد درخواست همکاری حقوقی بین المللی فرستاده شده است. بیش از یک هزار اقدام اداری و تحقیقاتی انجام گرفته است و آزمایش های فراگیر جرمشناسی در جریان است. اما هنوز کارهای زیادی در پیش رو است. چند عضو سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به دلیل نقششان در این جنایت باید تحت تحقیقات قرار گیرند. از معاون پیشین دادستان کل اوکراین پرسیدم آیا در نظام قضایی اوکراین پرونده مشابه پرونده دادگاه عالی آنتاریو کانادا که در اون جمهوری اسلامی بر مبنای اقدام تروریستی عمدی محکوم شد وجود داره؟ تحقیقات پیش از آغاز دادگاه در اوکراین احتمالات متعددی شامل اقدام تروریستی را در نظر دارد. ما این گزینه را هم از نظر دور نداشته ایم که این اقدام نظامی نشانه هایی از جنایت جنگی را دارد. روایت ایران از اشتباه اپراتور سیستم دفاع هوایی پرسش برانگیز است. این احتمال وجود دارد که حمله به هواپیمای اوکراینی جنایت جنگی محسوب شود. این امر در گزارش نوامبر 2021 انجمن خانواده های جانباختگان پرواز پی اس 752 هم عنوان شده است. برای تعیین درست این جنایت تحقیقاتی کامل از این حمله باید صورت گیرد. از مسئول تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز پی اس 752 سوال کردم آیا کشورهای درگیر برای اتخاذ یک اقدام حقوقی مشترک دست به کار خواهند شد؟ اوکراین پیشتر کشورهایی که شهروندانشان در این پرواز کشته شدند را به راه اندازی یک تیم تحقیقاتی مشترک دعوت کرده بود. این امر با مشارکت همه کشورها همچنان مقتضی است. ترکیب داده های اطلاعاتی، الکترونیک و تجسس هوایی می تواند موثر باشد. به نظر من تحقیقات مشترک موثرترین راه به سوی عدالت است. و پاسخ این دادستان ارشد اوکراینی رو به این پرسش بشنویم که ایران تا چه حد به اوکراین امکان دسترسی به اطلاعات پرونده رو داده؟ طرف ایرانی فقط دسترسی محدودی به نمایندگان اوکراین داد. متاسفانه نمایندگان ایران در ادامه تحقیقات با وجود مکاتبات وزارت خارجه اوکراین و مذاکرات انجام شده به بازپرسان و دادستانهای اوکراینی امکان دسترسی به شواهد را ندادند.